عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سونای هستم، با سری برنامه های پرژن اوارز در خدمتتون هستیم. همینطور که میدونید، همه ما برای برقرار کردن ارتباط با دنیای بیرون و نشون دادن احساسمون راه های مختلفی رو داریم. بعضی از واژه ها استفاده میکنن، بعضی ها آهنگی میخونن، ترانه ای میخونن و بعضی ها از بدنشون استفاده میکنن، از زبان بدنشون استفاده میکنن. مهمان امروز برنامه ما کسیه که با زبان بدنش با ما ارتباط برقرار میکنه. نازگل عزیز، خیلی خوش آمدید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید اگه میخواین سلامی با بینندگان ما داشته باشین، در خدمت. سلام عزیزم، درود و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. من خوشحالم که در خدمت شما هستم و ممنون که دعوت کردیم. مرسی از شما که تشریف آوردین. مرسی نازگل جان. خب از خودتون بگین برامون. نازگل عزیز کجا به دنیا اومده؟ الان کجا زندگی میکنه؟ از کی رقص؟ چرا رقص؟ بله، من 25 سالمه و در اصفهان به دنیا اومدم. رقص رو خیلی زود شروع کردم، تقریبا از زمانی که میتونستم که راه برم من میدونم میرقصیدم. خانوادم میگفتن که از بچگی اون در واقع حرکت بوده توی بدن من، ولی جدا از اون، یعنی غیر از علاقه ای که داشتم، خب با استادای زیادی کار کردم و شاید همون مسیری که تونستم در واقع در کنار خانواده‌ام و با تجربه اینکه باشگاه ورزشی داشتم و من با استادای خوب همیشه در واقع در مراوده بودم، اون باعث شد که من بیشتر بتونم در واقع به صورت حرفه‌ای توی هم رقص هم ورزش فعالیت داشته باشم. و خب پدر مادرم همیشه خیلی مشوقم بودن و در واقع همراه و پایه تمرینی من همیشه اونا بودن، تا اینکه خب توی باشگاه در واقع هی بزرگتر می شدم و رشته های بیشتری رو می دیدم، ولی خب روند در واقع مسیرم که حالا چرا الان به این رقص ها ختم شده خیلی مفصل هستش. درسته نازگل جان، به عنوان کسی که توی ایران هم تجربه رقص رو داشتین و الان هم خارج از ایران تجربه رقص رو دارین، به ما یه مقدار از تفاوتاش بگین. حالا اگه مشکلاتی سر راهتون بوده اینا رو واسه ما یه مقدار بگین. بله حتما. خب همونطور که در جریان هستن همه، یه مقداری محدودیت ها توی ایران در مورد رقص وجود داره. واقعا علتش رو نمیدونم، حتی تحقیقات خیلی زیادی وجود داره که محاسن رقص رو نسبت به ورزش اومده نشون داده که چقدر بهتر و بیشتره و مؤثرتره و هیچ فایده در واقع مثبتی نداره جز این که میتونه آدم ها رو خیلی قوی تر و مثبت‌تر چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روحی روانی در واقع داشته باشه، تأثیر داشته باشه. ولی حالا به هر علتی اون مخالفت هایی که بوده باعث شده که واقعا توی این زمینه با سختی بیشتری ما جلو بریم. همه مربی ها، همه رقصنده ها در واقع با یک ترس و ترمز خیلی زیادی تونستن تو ایران پیشرفت کنن، ولی باز هم با همه اون سختی ها و محدودیت ها فکر میکنم که ما استادای خیلی خیلی بی نظیری داریم که در حال حاضر توی ایران هستن ولی دیده نمیشن و یا شاید براشون امن‌تر هست که کمتر دیده بشن. با همه سختی هایی که وجود داشته میدونم که همه تلاششون رو کردن که به در واقع خواسته هاشون و اهدافشون توی دنیای رقص برسن. برای شخص من به این صورت بوده که خب ما در واقع رفت آمدهایی با حراست داشتیم، با نمیدونم پلیس فتا، هر گونه جای امنیتی که شما فکر بکنید ما رفتیم، یک یک دور همه توضیح دادیم که
این کلاس ها فقط برای خانم ها هستش، ما کلاس مختلط نداریم، نمیدونم جزئیات رقصمون اینه، حتی چیزایی که آموزش میدیم محتویاتش اهدافش و هیچ گونه در واقع مفاهیم منفی وجود نداره توی کلاس هایی که ما کار میکنیم. تا تونستیم حالا به هر سختی که هست با ترمزهای زیاد اون کلاس ها رو داشته باشیم. و البته خدا شد یه مقداری تهران در مورد اجرای بانوان بهتر شده، خیلی زحمت کشیده و سختی های زیادی رو گذروندن تا با کسب مجوز و در واقع مدرک های مخصوص بتونن اون اجراها رو حداقل برای بانوان بذارن، که من هم پارسال در واقع یه اجرا در تهران داشتم و اجراهای خصوصی که خب مربی های دیگه خودشون برگزار میکنن، و امیدوارم که یه مقداری شرایط بهتر بشه که کسایی که ایران در حال حاضر در حال فعالیت هستن با آرامش بیشتر و در واقع با بستر فراهمتری بتونن علاقهشون رو دنبال کنن. بله دقیقا. نازگل جان، همچون که تو صحبتاتون هم گفتین یه مقدار بستر در واقع خوب نبود و شاید داره بهتر میشه، کلن استقبال خود مردم هم همینطور بود تا اونجایی که من یادمه؟ مثلا حالا شاید ما که سنمون کمتر بود، حالا من نمیخوام بگم چند سالمه، ولی ما که بچه تر بودیم یه مقدار استقبال مردم یه جور دیگه بود، یه نگاهشون اصلا جامعه هم به حتی به رقصنده های شکل دیگه بود، ولی الان من احساس میکنم اون نگاه هم داره عوض میشه، مردم یه مقدار استقبال بیشتری دارن از رقص میکنن. اینو شما چجوری دیدی؟ خودتون استقبال مردم رو چجوری دیدی؟ دقیقا خدا شکر خیلی روند بهتری الان هست نسبت به گذشته، حتی در مورد اسم رقص ها. به طور مثال قبلا میگفتن که میخوایم بریم کلاس عربی، در صورتی که خب شاید هزار مدل فقط رقص زیر مجموعه رقص های عربی وجود داشته باشه، یکیش بلی دنسه مثلا، رقص های آذری همینطور، رقص در واقع ترکی همیشه میگفتن. خب این علتش اینه که آگاهی مردم نسبت به چه مفهوم رقص چه دنیای هنر خب داره بیشتر میشه. فکر میکنم یکی از دلایلش در واقع اینترنت و سوشال مدیا هستش که توضیح های بیشتری داده میشه، فیلم های بیشتری گذاشته میشه، خب مردم میبینن تفاوت ها رو و متوجه میشن که چقدر انواع رقص وجود داره، چقدر محاسن وجود داره، که وقتی واقعا کسی سعی بکنه که یه مقداری آگاهی بگیره و اطلاعات کسب بکنه، خب دیدگاهش مطمئنا مثبت تر میشه. ولی در مورد اینکه حتی شما لفظ رقصنده، رقاص یا رقاصه رو بخواین به کار ببرین، این موضوعش یه مقداری به قبل برمیگرده و تاریخی میشه. شما باید ببینید که از چه زمانی و چه لفظی استفاده میشده، چه کاربردی داشته. به طور مثال رقص ایرانی پاپ در دربارهای ایران برای پادشاه ها اجرا میشده. خب چرا بهش میگفتن که در واقع به افرادی که میرقصیدن میگفتن که رقاص؟ چون که اونا در واقع زمینه هنریشون برای اون اجرا بوده، برای اون مکان بوده، در صورتی که واقعا تفاوت بین کسی که قراره بره روی استیج و ماها و سالها تمرین میکنه، رقص آکادمیک داره آموزش میبینه و اونو قراره به اجرا بذاره، یا کسی که نه جای دیگه ای، یا در واقع بخواد با هدف دیگه، یا اصلا بخواد دلی برقصه، خب اینا متفاوته و به گذشته هم برمیگرده، به تاریخچه رقص هم برمیگرده. درسته. نازگل جان، شما وقتی میخواین یک کوریوگرافی بنویسین روی یک آهنگ، حالا به هر حال اونایی که آهنگایی که ترانه، یعنی در واقع خواننده ای روش نمیخونه، که اونا تکلیفش معلومه، روی شما روی ریتم آهنگ میرین جلو، ولی وقتی میخواین کوریوگرافی بنویسین روی شعر یک ترانه و یک آهنگ و یک چیزی که میشنوید با خواننده، بیشتر به اون کلام شما توجه میکنین یا به ریتم آهنگ توجه میکنین که بخواین در واقع حرکاتتون رو تنظیم کنین؟
خب خیلی سوال قشنگیه. در واقع جدا از هم نیست، شما نمیتونید فقط به شعر توجه بکنید در صورتی که اصلا روی اون موزیک هماهنگ نباشین، و برعکس مثلا روی موزیکی که خیلی معنی و مفهوم غمگینی داره بخواین که خیلی لبخند بزنید و حرکات شاد، حرکات در واقع پر از خط و خطوط اجرا بکنید. پس باید یه همخونی از دوتا در واقع مفهوم شعر و موزیک داشته باشه. ولی مسئله ای که مهمه اون در واقع داستان اون موزیک یا شعریه که رقصنده در واقع از اون شعر باید بدونه، یا حالا طراح باید بدونه که هدف نهایی اون رقص از اون شعر یا از اون موزیک چی هستش. پس یه هدف میمونه، یه مسیر میمونه، و بعد در واقع اون خطوط طراحی شروع میشه. درسته. نازگو جان، به عنوان کسی که تجربه رقص در خارج از ایران رو دارید و من میدونم شما اجراهای عمومی هم داشتین، استقبال در واقع کسایی که خارج از ایران بودن، زبونهای دیگه صحبت کردن، یعنی فارسی زبونان نه، حالا ممکنه نمیدونم کانادایی باشه، آلمانی باشه، هر کسی، نشنالیتی های دیگه، استقبال اونا چجوری بوده از رقص ایرانی؟ تا الان من خدا رو شکر در واقع فیدبک های خوبی دیدم و داشتم که علاقه نشون دادن، من جمله از در واقع چین و هند سری شاگرد داشتم و دارم که به گروه من پیوستن و خیلی عالی دارن دنبال میکنن. شاید یه مقدار گوش موسیقی هایشون نسبت به موزیک های ما غریب باشه، ولی خب طی زمان داره درست میشه. جدا از اون و در واقع کاری که تجربه‌ای که من تا اینجا داشتم، ما رقصنده های روس داریم که فوق‌العاده زیبا ایرانی می‌رقصن و آکادمی دارن خودشون، یعنی سرتیفیکیت معتبر میدن از رقص ایرانی، و این نشون میده که کافیه فقط در واقع اون علاقه باشه و دنبال کردن اون هنر، فرق نمی‌کنه که اون هنر برای چه کشوری باشه. و من از استادای خودم که اینجا باشون آموزش گرفتم که از در واقع ایرانی نیستن، اونا هم همینطور فیدبک های خیلی خوبی داشتن. و یکی از اهدافم هم این هستش که رقص های ایرانی رو با نشنالیتی های مختلف بتونم در واقع اجرا داشته باشم و اون برابریه رو توسط هنر و دنیای رقص در واقع نشون بدیم. چقدر عالی. دقیقا چیزی که شما گفتین خیلی جالب بود که یک در واقع رستری رقصنده های روس میان سرتیفیکیت میدن برای رقص ایرانی، و این نشون میده که این یه چیز زبان بین المللی چون هست و نمیخواد مثلا لازم نیست شما برید زبان فرانسه یاد بگیرید تا باشون صحبت کنید، زبان بدن چون هست ارتباط در حد بین المللی میتونه وجود داشته باشه. خب خود نازگل عزیز، خودشون علاقه به کدوم رقصنده دارن و کدوم سبک رقص رو بیشتر دوست دارن؟ من سبک رقص کانتمپوری و رقص معاصر رو خیلی دوست دارم، معاصری که در واقع ایرانی نیست، یعنی همون رقص اصلی معاصر رو خیلی علاقه دارم و یکی از رقصایی هست که دوست دارم روش وقت بذارم و کار بکنم. ولی در مورد رقصای خودمون، رقص پاپ ایرانی رو و سماع رو خیلی در واقع علاقه مندم بهش، و رقصنده‌ای که بسیار بسیار برای من تأثیر گذار بوده از استادای خوب من، خانم مینا واژیک هستن که هم از طراحی‌هاشون من همیشه لذت میبرم و با عشق اجرا میکنم، هم آموزش‌هاشون و در واقع تأثیری که تو دنیای رقص و سبک پاپ گذاشتن. درسته. نازگل عزیز، شما در برنامه پرژن اوارز تشریف دارید و پرژن اوارز یکی از اهدافش این هستش که هنرمندای سرتاسر دنیا رو، هنرمندای پرژن و ایرانی سرتاسر دنیا رو با هم در واقع کانکت کنه که بتونن با هم کارهای جدید و خوبی داشته باشن. شاید یه نفر مثل شما یک گوشه دیگه دنیا باشه و داره همین کار رو انجام میده و چقدر قشنگ میشه که اینا با هم کانکت بشن. نظر شما در این زمینه چیه که به قرار بشه یک آکادمی به وجود بیاد و همه این هنرمندا توی هر صنعتی که هستن در کنار هم یه هدفی رو جلو ببرن؟ فوق‌العاده عالیه. من شاید تا پارسال به این موضوع
وقتی که فکر میکردم خیلی برام سخت تر بود، چون که کشورها و فاصله ها رو در نظر میگرفتم، ولی واقعا یکی از محاسنی که قرنطینه و کرونا و دنیای مجازی برای حداقل من داشت این بود که این فاصله ها رو از بین برد و فهمیدم واقعا سر تا سر دنیا میتونن که با همدیگه به راحتی و خیلی قدرتمند ارتباط داشته باشن و اهدافشون رو مشترکاً دنبال کنن. و دیگه اون موقع است که وقتی یک هدفی وجود داشته باشه و براش آماده بشن اون افراد، کافیه فقط یک روز یک تاریخ مشخص بشه که کجای کره زمین قراره که قرار داشته باشن و اجرا داشته باشن. بنابراین من خیلی خوشحال شدم از اینکه همچین هدف زیبایی واقعا پشت این مصاحبه ها وجود داره و باعث افتخارم هست اگر که بتونم همکاری داشته باشم. ممنون از شما، افتخار برای ما هم هست. و در کنار این در واقع روح جمعی که قراره به وجود بیاد، یک سری اهداف انفرادی هم وجود داره. خب مسلما کسی که جایزه رو بگیره، کسی که جایزه در حال پرژن اواردز رو بگیره، یک سری پیش آمد که میگیم که قبلش براش پیش میاد، یه سری پس آمد هم براش داره، یه سری اتفاقایی هم در آینده زندگی هنریش براش میفته. در اون زمینه نظرتون چیه؟ به نظرتون یک جایزه در حد بین المللی چقدر میتونه توی زندگی هنری یک شخص تأثیر بذاره؟ خب اون جایزه میشه هدف هر شخصی که توی اون مسابقه قرار شرکت بکنه و اون چیزی که با ارزش تر هست اون مسیریه که قراره به هدفش برسه، چون اونه که باعث رشدش میشه. فرضاً من اگر قرار باشه که توی سبک معاصر یا پاپ ایرانی توی اون مسابقه اجرا داشته باشم، خودم رو ملزم میدونم که برم اطلاعات بیشتری کسب بکنم، چه در مورد تاریخ، چه در مورد استادها، چه طراحی کردن. پس اولین مرحلهش اینه که برای خود من میتونه یک رشد و آگاهی و لول آپ داشته باشه و به تبع وقتی که کنار بقیه شرکت کننده ها قرار میگیرم، باز دیدم بازتر میشه از اینکه چقدر شاید بیشتر جای پیشرفت وجود داره که بتونم خودم رو پیشرفت بدم. و مطمئنن بعدش فکر میکنم مسئولیت بیشتری برای اون برنده وجود داره که حالا که اون جایزه رو برده واقعا رسالتش چیه برای بقیه شرکت کننده یا بقیه کسایی که دارن میبیننش، و اون رسالت رو اگه پیدا کنه و بتونه واقعا اون آگاهی رو به بقیه برسونه، بهترین اتفاق ممکنه. دقیقا، اتفاقای خیلی خوبی با امید خدا در راه خواهد بود و با همدیگه شاهدش خواهیم بود. در زمینه خود واژه آکادمی و اون کاری که قرار هستش انجام بشه، در کنار حالا هنرمندایی که وجود دارن، احتمالا یه هیئت داوران هم وجود خواهد داشت. نظرتون در این مورد چیه؟ به نظرتون چه کسانی خوب هستش که به عنوان هیئت داوران انتخاب بشن؟ خب من یه سوالی دارم، فقط اون هنرمندها و در واقع زمینه هایی که قراره برشون برگزار بشه با همدیگه مقایسه میشن یا نه همه با هم؟ مثلا خواننده، نوازنده، رقص؟ نه، هر کس کاتگوریش جداست، کاتگوری صنعت هر کدوم جداست، کاتگوریاشون جداست. انتخاب داورا یکی از مهمترین و سختترین کارهای شماست مطمئنن. خب من میتونم در زمینه انتخاب داورا که استادای در واقع بسیار محترم و عزیز بنده و دنیای رقص هستن که من میشناسمشون توی در واقع جامعه ایرانی، کمکتون کنم. ولی واقعا فکر میکنم مهمترین قسمت انتخاب داور. حتما ما در برنامه های بعدی هم از شما دعوت میکنیم که تشریف داشته باشین که بتونیم توی زمین های دیگه هم صحبت بکنیم. و اما یه سوال دیگه که میخواستم ازتون بپرسم، همینطور که میدونین خب الان یه حجم زیادی از اونایی که علاقه به رقص دارن رو میبرن به رقص سالسا، به رقصهای دیگه ای که شاید ایرانی نباشه، و متاسفانه به نظر من اگه چنین جوایزی به وجود نیاد و چنین جمعیتی و چنین آکادمی هایی به وجود نیاد، ممکنه 10 سال 20 سال دیگه ما یواش یواش رقص کلاسیک ایرانی رو فراموش کنیم. برای همین یکی از هدفهای آکادمی هم همین هست که حفظ این فیگورها و این کوریوگرافی و این رقصهای ایرانی هست. در این زمینه هم اگه لطفا نظرتون رو بگید ممنون میشم.
دقیقا سونای جان، همینطوری که شما میفرمایید، ما در مورد زبان فارسی هم همین اتفاق داره میفته دیگه. کم کم یه سری کلمات انگلیسی یا حالا عربی یا زبانهای دیگه داره خیلی به صورت عادی جا میفته توی زبانمون، و اگه به دادش نرسیم واقعا معلوم نیست که چند سال دیگه چقدر از زبان فارسی و فرهنگ لغتمون باقی مونده باشه. در مورد رقص هم همینطوره، ما اگر که واقعا رقص های فولکلوریک ایرانی رو بررسی بکنیم و نشون بدیم مفاهیم و دلایل اون حرکات رو، یا نمیدونم واقعا اگر برنامه‌ای باشه که از گذشته و در واقع تاریخ رقص ایران بیشتر توضیح بده، من مطمئنم که خیلی از در واقع ایرانی ها علاقه بیشتری پیدا میکنن نسبت به رقص های خود ایران. حالا فرق میکنه کدومش چه شهری، به خاطر اینکه خیلی در واقع با اصالت مفاهیم خیلی زیادی داره. من در مورد رقص های لاتین مثل همون سالسا که شما گفتین یا رقص های دیگه کمتر اطلاعات دارم، مطمئنن اونا هم تاریخچه خودشون رو دارن که خیلی قشنگ هست، ولی ما در مورد نشون دادن اون تاریخچه شاید باید بیشتر تلاش بکنیم که علاقه مندا بیشتر بشن در مورد رقص های ایران. خیلی هم عالی، امیدواریم که در این راه قدم های خوبی رو برداریم در کنار شما هنرمندای عزیز و به نتیجه های خیلی خوبی با هم برسیم. نازگل جان، اگر صحبتی هستش که من از شما نپرسیدم یا نظری هستش که دوست دارین بگین و بگین، و اگر وقت دارین و فضاشو دارین خیلی خوشحال میشیم که یک مقدار واسمون آخر برنامه یکی از اجراهاتون رو داشته باشیم. حتما حتما اجرا خواهم کرد. من خیلی دوست دارم که به ایرانی های عزیز بگم که خیلی مراقب نگاهتون باشین که چه چیزی رو دارین میبینین، چون اون تأثیر گذاره توی ذهنیت شما، توی در واقع انتخاب شما، و اینکه چه کسانی رو ما به عنوان رقصنده یا هنرمند میشناسیم و بزرگشون میکنیم یا برعکس نمیشناسیم و نادیده میگیریمشون. من یه سری در واقع استادایی میشناسم که خیلی توی این مسیر زحمت کشیدن، در صورتی که اگر بخوایم به شبکه‌های اجتماعیشون مراجعه کنیم شاید واقعا عدد زیادی نباشه، ولی تأثیری که گذاشتن و واقعا اون وظیفه ما که بعد اونا رو بشناسیم خیلی مهم هستش. من جمله خانم استاد شهرزاد خورسندی که توی کالیفرنیا زندگی میکنن و در واقع رشته کوریوگرافی و طراحی رقص خوندن و کتابی در مورد رقص ایرانی نوشتن، یه سری کارگاه ها توی ایران گذاشتن که من در واقع با هنرجوی ایشون کلاس داشتم، و خانم فرزانه کابلی، خانم هلیا بنده و خانم مینا واژیک، اینها کسایی هستن که واقعا زحمت کشیدن و اگر که قراره یک رقص یک دقیقه، یک طراحی یک دقیقه ارائه بدن، شاید ساعتها و ماهها برای این طراحی، برای مفهومش، دلیلش زحمت کشیدن. این خیلی مهمه که ما چه چیزی رو میبینیم، چه چیزی رو میشنویم و به ذهنمون داریم چه آگاهی میرسونیم. دقیقا، چون خیلی از دوستان الان این اسم رو دارن از شما میشنون و اتفاقا هدف آکادمی هم همین هست، هدف پرژن اواردز هم همین هستش که این عزیزان رو که انقدر زحمت کشیدن در این زمینه رو کنار هم جمع کنه، و به قول شما شاید تو سوشیال مدیا فعالیت زیادی نداشته باشن ولی کارهای خیلی بزرگی دارن انجام میدن، و معرفی این افراد به جامعه ایرانی سر تا سر دنیا، و به امید خدا بعد که پرژن اوارد به حد بین الملل برسه به جامعه بین الملل هستش، و در این راه حتما ما از عزیزانی مثل شما و دوستانی که نام بردین حتما کمک میگیریم که این راه رو به خوبی و سلامت جلو ببریم. انشاءالله، خواهش میکنم، باعث افتخارمه و اجرایی که الان هم قراره براتون در واقع به نمایش بذارم از تکنیک های خانم شهرزاد خورسندی هستش و طراحی هنرجوی ایشون خانم خاتون فلاح، که امیدوارم به خوبی بتونم اجرا کنم و استادامو روسفید کنم. حتما همینطوره، حتما همینطوره، ما کلی لذت میبریم که شما رقص زیبای شما رو ببینیم، و من چون از قبلم کلن جز فالوئرهای شما هستم میدونم که خیلی هنرمند هستین و خیلی زیبا،
این اجرا رو برای ما میبرین جلو. شما لطفاً متشکرم. ما یه تست صدا فقط داشته باشیم. عالی بود، عالی بود. وای خدای من. من مطمئنم که چونم لباستون اصلا این دامنه همه کاملا برازنده این رقص بود. خودتون فکر کنم اینجوری انتخاب کرده بودید. مرسی عزیزم، لطف دارید. بله، این رقص معاصر ایرانی هست، یه مقداری نزدیک به رقص کلاسیک هست، ولی در واقع contemporary Persian dance هستش که من فکر می‌کنم که این سبک لباس با این
رقص همخونی داشته باشه. امیدوارم که دوست خیلی داشته عالی بود، واقعا لذت بردیم. ازتون ممنونم که دعوت ما رو قبول کردیم و تشریف آوردیم. ما حتما توی برنامه‌های بعدم از شما دعوت میکنیم که پیش ما باشین، با ما باشین و توی حالا میزه گردایی که میذاریم با رقصنده‌های عزیز در کنارتون باشین. باعث افتخاره. مرسی که همچین برنامه خوبی رو و ایده بسیار با ارزشی رو شما ترتیب دادین. من هم با عشق در کنارتون هستم و خوشحال میشم که باز هم دیدارتون کنم. مرسی. مرسی، ممنون از شما. همینجا به همراه نازگل عزیز و اجرای زیبایی که داشتن از همه شما بینندگان عزیز خدافظی میکنیم. در نور و عشق باقی بمانید.